اینجا رئیس جمهور و شمار دیگری از اعضای ارشد حکومت و سیاسیون کشور در مراسم افتتاح سال دوم دوره 17 شورای ملی اشتراک کردند. رئیس جمهور غنی می گوید که هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان تا 3 روز دیگر آماده خواهد شد. و میگوید این هیئت زیر چتر جمهوری اسلامی افغانستان با نمایندگان گروه طالبان گفتگو خواهد کرد. هیئت اعضای هیئت مذاکره کننده باید مدافعین قانون اساسی، جمهوریت و حقوق اساسی مردم افغانستان باشند. هیئت مذاکره کننده ما الا 20 اوت سال روان آماده خواهد. رئیس جمهور غنی از شورای ملی نیز خواست که برای اشتراک در گفتگوهای صلح 2 عضو مجلس سنا به شمول 1 زن و 1 مرد و 5 عضو مجلس نمایندگان به شمول 2 زن و 3 مرد به حکومت معرفی کنند. آقای غنی تأکید می کند که رهایی زندانیان گروه طالبان باید بر روند صلح تأثیر مثبت داشته باشد. من به حیث رئیس جمهور هیچ آرزوی ندارم که زندانی طالب داشته باشم، اما رهایی آنها به اساس یک پروسه شفاف و میکانیزم واضح صورت گیرد تا مردم ما مطمئن شوند که بعد از رهایی آنها چگونه تغییر مثبت و تطبیق آتش بس کامل را شاهد خواهند. از سوی هم رئیس مجلس نمایندگان و شماری از رهبران سیاسی بر آغاز گفتگوهای صلح میان افغانی تاکید دارند. قوای مقننه در قبال این تلاش ها به تفاوت نبوده و امضای تفاوت نامه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان را به دیده قدر نگریسته و تقاضا بر این دارد تا گفتگوهای بین الافغانی هر چه زودتر آغاز گردد. ما طرفدار صلح هستیم، اما صلح که مورد اتفاق همه مردم افغانستان باشه و به عبارت خودم عزتمندانه. صلح غیر عزتمندانه به هیچ وجه به صلح پایدار منجر نخواهد شد. این باور ماست. این در حالی است که قرار است به تاریخ 20 مای اوت سال جاری گفتگوهای دولت افغانستان با طالبان آغاز شود. آغاز گفتگوهای میان افغانی از موارد عمده در توافق صلح میان آمریکا و گروه طالبان است.